سلام دوستای خوبم به سومین درس از گنجینه نکات طلایی مکالمه خوش اومدین طبق روال همیشگی تو این درس هم قرار 15 تا از رایشترین جملات محاوره انگلیسی رو با هم بررسی کنیم کاغذ قلمتون رو بردارین تا بریم سراغ آموزش جمله شماره یک هر طور میلته suit yourself suit yourself دقت کنید این یک اصطلاح اینفورمال یا غیر رسمی هست و با حالت کنایه آمیز به کار میره مثلا شخص به شما میگه من امشب نمیتونم به مهمونیت بیام و شما در جوابش با حالت خنددار و کنایه آمیز میگین هر تو میلته suit yourself جمله بعدیمون از طرف من از پدر تشکر کن. Thank your father for me. Thank your father for me. دقت کنید بچه ها وقتی میخواین این عبارت رو به کار ببرین حتما باید حرف اضافه فور باهاش به کار بره. Thank your father for me. جمله بعدیمون اونا منو با تو اشتباه میگیرن They mistake me for you They mistake me for you نکته اول اینکه که اینجا یک فعل هست و نکته بعدی اینکه که این یک اصطلاح mistake somebody for somebody به معنای اشتباه گرفتن کسی با شخص دیگه میشه و به حرف اضافه for حتما دقت کنید و نکتهشو یادداشت کنید جمله بعدی با دوست پسرش به هم زده She's split up with her boyfriend She's split up with her boyfriend بچه دقت کنید split up یک phrasal verb یا فعل عبارتی هست به معنای تموم شدن رابطه یا ازدواج و وقتی میگیم split up with somebody به معنای این هست که رابطه یا ازدواجت رو با کسی به هم میزنی و تموم میکنی دقت کنید که این با حرف اضافه with به کار میره split up with somebody تموم شدن رابطه جمله بعدیمون دیشب خون گریه کردم I cried my eyes out last night I cried my eyes out last night دقت کنید این یک ایدیم یا اصطلاح هست به این صورت که میگیم to cry your eyes out to cry your eyes out یعنی گریه خیلی شدید خیلی زیاد گریه کردن جمله بعدیمون معیوس هم نکن Don't let me down Don't let me down بچه دقت کنید let down یک phrasal verb یا فعل عبارتی هست به معنای معیوس کردن نامید کردن و وقتی میگیم let somebody down این عبارت به این معنا هستش که شخصی از شما انتظار داشته که یه کاری رو با موفقیت پشت سر بذارید و بهش خولی داده بودین و وقتی شما تو اون کار موفق نمیشین اون شخص رو معیوس میکنین ناامید میکنین و اون موقع هست که این عبارت let somebody down رو به کار میبریم پس میخوایم بگیم معیوسم نکن میگیم don't let me down جمله بعدیمون خودتو با شرایط وفق بده. Roll with the punches. Roll with the punches. این یک ایدیم یا اصطلاح اینفورمال هستش و کاملا محاوره و وقتی به کار میره که یه موقعیت سختی وجود داره و ما میخوایم با اون موقعیت سخت دست و پنجه نم کنیم و تلاش کنیم اونو پشت سر بذاریم این اصطلاح رو اون موقع به کار میبریم رو وید پانچز خودتو با شرایط وفق بده جمله بعدی جلسه به زودی برگزار میشه. The meeting will take place soon. The meeting will take place soon. بچه دقت کنین take place یک ایدیم یا اصطلاح به معنای to happen اتفاق افتادن برگزار شدن و تو مکالمه وقتی میخوایم بگیم یه رویدادی میخواد برگزار بشه یا اتفاق بیفته از این ایدیم استفاده میکنیم take place جمله بعدیمون داری حواسم پرت میکنی You are distracting me You are distracting me دقت کنید distract someone به معنای حواس کسی رو پرت کردن میشه بچه فعل distract وقتی به کار میره که شخصی روی یه کاری تمرکز کرده در حال انجام دادن اون کاره و شما کاری انجام میدین که تمرکز اون به هم میخوره در مورد این کار فعل distract به کار میره اینو حتما یادداشت کنید distract someone حواس به کسی رو پرت کردن جمله بعدی ما به خدا اعتقاد داریم we believe in god we believe in god دقت کنید برای اعتقاد داشتن به خدا حرف اضافه این به کار میره believe in god جمله بعدیمون او از ارتش اخراج شد He was drummed out of the army He was out of the army بچه نکته اول اینکه درام drum out of یک فریزال یا فعل عبارتی هست به معنای اخراج کردن کسی از جایی و وقتی میگیم درام someone out of something یعنی شخصی رو به علت اینکه قوانین و اصول رو زیر پا گذاشته از شغلی یا از یه نهادی اخراجش میکنن drum someone out of something کسی رو از جایی اخراج کردن he was drummed out of the army او از ارتش اخراج شد جمله بعدی میخوایم بگیم ازوله پام تیر میکشه یا ازوله پام گرفته میگیم I have a cramp in my leg I have a cramp in my leg. بچه کرمپ به معنای گرفتگی ازوله میشه و وقتی تو قسمتی از بدنتون گرفتگی ازوله دارین حتما باید کرمپ رو با فعل have به کار ببرین have کرمپ a کرمپ پس ازوله پامتی میکشه میشه I have a cramp in my leg بچه عبارت بعدی توی مکالمه خیلی پرکار برده و ممکنه سوال خیلی از شما باشه میخوایم داخل جملهمون بگیم یه روز در میون مثلا یه کاری رو یه روز در میون انجام میدم میتونیم به سه حالت این عبارت رو بگیم میتونیم بگیم every other day بگیم one in two days یا بگیم every second day پس به سه حالت میتونیم یه روز در میون رو بگیم حتما یادداشت کنید و به خاطر بسپرین every other day one in two days every second day عبارت بعدیمون تو مکالمات روزمره واقعا پرکار برده. میخوام بگیم یه نفر خجالت زدم کرد. میگیم he showed me up. He showed me up. بچه اینجا دو تا نکته مهم وجود داره نکته اول اینکه که show up یک phrasal verb یا فعل عبارتی کاملا هم غیر رسمی و محاورهی به معنای خجالت زده کردن شخصی و نکته دوم که باید کاملا بهش توجه داشته باشین اینه که show up یک فعل عبارتی separable یا جدا شدنیه یعنی اجزاش میتونه از هم جدا بشه و مفعول بینش قرار بگیره پس در مورد خجالت زده کردن شخصی میتونیم هم بگیم to show up someone هم بگیم to show someone up یعنی زمیر مفعولی یا مفعول میتونه بیاد بین اجزای فعلمون قرار بگیره پس show up someone یا show someone up میشه خجالت زده کردن شخصی جمله پونزدهم و آخرین جملهمون وقت زیادی رو صرفش میکنم I spend too much time on it I spend too much time on it بچه دقت کنید وقتی میخوایم بگیم وقتی رو صرف کاری میکنیم این عبارت رو در انگلیسی به کار میبریم To spend time on something To spend time on something یعنی حتما باید با حرف اضافه آن به کار بره وقت زیادی رو صرفش میکنم میشه i spend too much time on it